العربية كلمة ما يتخيل گفتن را در همین رابطه امروز همین کشورهای خارجی هم در همین جهت هستند، مقامات دولتی هم بیشتر منابع خود ترجیح میدن برای منابع. شما اگه شنیده باشین تقریبا 20 روز 25 روز پیش یک گزارش هیجان برانگیزی که نیروهای ایتالیایی و همون درونتایی نمیتونم جایی که بین جلال آباد و کابل فرق در همون جه اونا بودن، اونا همیشه رشوه میدادن و طالبا رشوه میدادن که نفرای اینا و در امان همون که بمونه و مرد از اینکه نیروهای ایتالیا از اینجا برفته بودن، نیروهای فرانسوی در جریان نداشته بودن و بیچارا بیخبر از اینجا برفتن، به یک شب خون 9 نفر 10 نفر از اینا کشته شد. پس فکر کنید که در پایان پشت پرده‌است. قسمت گفته‌ای که عزیزان داشتن متاسفانه این واقعیت رو باید قبول کنیم. وقتی میشه این پروسه تطبیق بشه در کشور مردم، خواست مردم این آشکارا بشه و این واقعیت رو هم قبول کنیم. اگه مردم به اندازه سکوت کردن به خاطر اینه که میدونن حمایت نمیشن و سکوت از اونا به نوع خود از اونا به دیدگاه از اونا یک نوع اجبار است و این هم باید قبول کنیم که سکوتی که اینها داشتن باعث شده که به قولی که آقای امینی گفتن واقعیت همینه. وقتی که حرف از عدالت انتقادی میشه ذهن آدم به طرف گذشته میره، اما امروزه همون سکوت باعث شده که همین امروز جلوی چشمان همه ما هنوز اون جنایت ها هست و صورت میگیره و باز همون سکوت باعث شده که کسی نباشه که در این قسمت کاری انجام بده و این برمیگرده همونطور که ذکر شد به قدرتی که اونها دارن. بدتر سکوت این سکوت ما مردم باید شده که پروبایی باشه برای اشخاصی که جنایت جنگی کشتن و همچنان با نیرو و توان بیشتر از گذشته پیش میرن و کارهایی میکنن که شاید بسیار زیاد از دید ما پنهان باشه و زیاد ما شفاف. بعضا من ذهن‌بازم در این قسمت که خیلی از این فعلا واقعا لازم و ضروریه. درسته که شرایط مهیا میاد، شاید خود همین تطبیق از این پروسه باعث بشه که اون ناهنجاری دستات جامعه ما بیشتر از پیش وجود بیاره، اما ما شاید از این هستیم که هرچقدر سکوت بکنیم تا اون زمینه مهیا بشه بدتر، اون زمینه بدتر شده بره، ناهنجاری‌ها بیشتر میشه و قدرت بیشتر میشه و ما احساس ضعف بیشتر میکنیم. این از این اصل باید زمینه سازی در قسمت ذهنیت مردم بشه و اون ترس و واهمه و اون جنتوریتی که در وجود مردم ما هست اون پاک بسازیم و این جرات بسازیم بودیم که از حق خود که این اسلام در این بخش زیاد تاکید داشته و حدیث و آیه زیاد داریم در این بخش با در نظر داشت هم حدیث و آیه ها میتونیم این جرات در مردم خود تقویه کنیم و همطور که ذکر شد از تسویه دولت شروع کرده و بالاخره در کل زمین سال وزیر بشیم که این پروسه در کشور ما تطبیق بشه. لابد که بکنم همین امروز یعنی همین زمان است که باید تطبیق بشه، حالا شاید منجری و آشوب در برداشته باشه و ولی مطمئن رو همینطور پیش بریم آینده زمینه بهتر از این نخواهد باشه، شاید زمینه بدتر از روش مشکلات هم بیشتر کنه بره.